یکی تعریف کرده بود که برادر یکی از دوستاش در آلمان زندگی می کرده و معتاد به تریاک بوده. از آنجایی که در آلمان خیلی سخت گیر می اومده و پیدا کردن اون مشکل و گران بوده، برادری که در ایران زندگی می کرده از طریق پست برای اون ارسال می کرده، اما به روشی خلاقانه. ایشون یه لایه از مواد رو روی جلد یک کتاب میچسبونده و کمی هم به اون نقش و نگار میداده و کتاب رو از طریق پست برای برادرش در آلمان ارسال میکرده. البته این جریان مال سالها قبل بوده و الان چنین چیزی امکان پذیر نخواهد بود. همین یادآوری باعث شد تا روش‌های عجیب و غریب وارد کردن مواد و اشیاء ممنوعه به داخل زندان‌ها رو سرچ کنم و این ویدیو آماده شد. قفس و زندان یعنی محدودیت و محرومیت از بسیاری از چیزها. در همه کشورها وارد کردن مواد مخدر، گوشی و سیمکارت و بسیاری از چیزهای دیگه به زندانها ممنوعه. کنترل زیادی هم صورت میگیره، اما بعضی راههای عجیب و غریبی رو برای وارد کردن چیزهای ممنوعه به داخل زندانها پیدا میکنن. در این ویدیو تعدادی از این موارد رو گردآوری کردیم. بطری نوشابه‌ای که به طور ویژه تهیه شده. البته تا وقتی که این حقه کشف بشه، چیزهای زیادی به داخل زندانهای برزیل منتقل شده بود. استفاده از گربه به عنوان حامل. یه نمونه. این گربه‌ای که می‌بینید توسط نگهبانان زندانی در سریلانکا دستگیر شد. دور گردنش یه توبره بسیار کوچیکی قرار داده بودند که 2 گرم مواد مخدر، 2 عدد سیم کارت و 1 عددم کارت حافظه گوشی در اون وجود داشته. گربه گرفتار شده ولی پس از 1 هفته اسارت تونست از زندان فرار کنه. کارت تبریک کریسمس که به نام یه زندانی در یکی از زندان‌های آمریکا فرستاده شده. در نگاه اول چیزی بجز یه کارت تبریک نیست، اما زندانبان‌ها متوجه شدند که تصویر بابا نوئل با هروئین برجسته سازی شده. در زندانی در انگلیس توسط زندانبان‌ها کشف شد. لاشه موش‌های کوچک و بزرگی که کشته شده و درون اون با مواد مخدر، گوشی و سیم کارت و شارژر پر شده و دوخته شده. این لاشه ها از پشت دیوارها به داخل حیات زندان پرتاب شدند تا به دست محکومان برسه. این زندانی هم که می‌بینید به آسمون زل زده، کمی بعد می‌بینید که چه اتفاقی می‌افته، چون یه درون در آسمان اونجا ظاهر شد و چیزی به پایین انداخت و رفت. زندانبان ها اون رو پیدا کردن و چیزی که توسط درون براش فرستاده شده بود رو گرفتن. یه گوشی و مقداری مواد مخدر که به خوبی بسته‌بندی شده بود. آنتونی پاول، مردی که در آمریکا به اتهام قتل به حبس ابد محکوم شده بود، برای وارد کردن کریستال به زندان از دوست دخترش کمک گرفت. طبق نقشه دوست دخترش بسته های کوچیک کریستال رو در دهان خودش گذاشت و در ملاقات با اون در هنگام ماچ کردن یکدیگه بسته ها به دهان مرد انتقال داده شد. مرد اونها رو قورت داد تا بعد در سلول خودش اونها رو از طریق استفراغ کردن بیرون بیاره. نقشه بدون نقص بوده، اما متاسفانه کمی بعد 2 تا از بسته ها در معده اون نشت کرد و به دلیل دوز بالا جان داد. این هم خانومی در برزیل که قصد داشت در زمان ملاقات با یه زندانی به اون سلاح منتقل کنه. این خانوم 12 قبض هفتیر رو دور کمرش جاسازی کرده بود. یه نفرم در آمریکا لباس کشیش‌ها رو پوشیده بود و قصد داشت با یه زندانی ملاقات کنه. وقتی مورد بازرسی قرار گرفت، داخل انجیلی که در دست داشت مقداری مواد مخدر جاسازی شده کشف شد. یه آقایی در انگلیس سفارش‌های دوست دختر زندانیش رو در یه بسته آماده کرده و به نوک قلابی که دوست دخترش اون رو از داخل زندان به بیرون از دیوار پرتاب کرده گره میزنه.
که بعد شناسایی و دستگیر شد. داخل بسته یه همبرگر، بطری مشروب و مقداری مواد مخدر، سیمکارت، شارژر، گوشی، چاقو و چیزهای دیگه وجود داشته. استفاده از کبوتر به عنوان حامل. یه نمونه، کبوتر حامل که در یکی از زندانهای برزیل گیر افتاد. پشت اون یه گوشی بسته شده بود. یا این کبوتر که با بار مواد در زندانی در آرژانتین گیر افتاد. این هم گوشی های بسیار کوچکی به اندازه یه انگشت یا قوطی کبریت که برای ارسال به داخل زندان ها ترجیح داده میشن. کاملا پلاستیکی هستند و توسط اسکنرها قابل تشخیص نیستند. بعضی از مدل های این نوع گوشی ها دارای قابلیت تغییر صدا هم هستند. پای مصنوعی که در برزیل برای یکی از زندانیا فرستاده شده بود و درون اون گوشی جاسازی شده بود. پرتاب تیرهای حامل گوشی با کمان از پشت دیوارهای زندانی در برزیل که البته هم گوشیها و هم عاملان اون گیر افتادن. برس مو و مسواک که عادی به نظر می رسن اما در پشت اونها سیمکارت و شارژر گوشی جاسازی شده بودن. پای خالکوبی شده که یه گوشی به طرزی ماهرانه پشت نقش‌های اون پنهان شده بود. پنهان کردن گوشی در اینجا و اونجای بدن. این هم یه گوشی که به شکل یه ساعت مچی ساخته شده. جاسازی مواد یا گوشی در داخل کفش‌ها، جاسازی داخل کتاب و مدارک پرونده. این هم گربه‌ای که به هنگام ورود به یه زندان در برزیل گیر افتاد. دور شکم اون یه گوشی و شارژر، سه تا باتری، کارت حافظه گوشی، مته و تیغره‌های کوچیک بسته شده بود. این خانم هم در زندانی در نزدیکی مرز کانادا کار می‌کرده. با دو محکوم متهم به قتل رابطه داشته و به فرار اونها از زندان کمک کرده. این خانم تیغه‌های آهنبری رو داخل گوشت همبرگر جاسازی می‌کرده و پس از فریز کردن اونها رو به داخل زندان می برده و به متهمان می رسونده. همچنان که می بینید اونها با برش دیوار و برش لوله آهنی تونستن فرار کنن. این هم تعدادی از زندانیا در زندانی در لس آنجلس آمریکا که به نوبت یه ماسک مستعمل رو بو می کنن به این امید که کرونایی بشن و آزادی اونها تسریع بشه. بعد از بو کردن ماسک هم آب گرم می نوشن تا دمای بدنشون زودتر گرم بشه. ولی مقامات این زندان اعلام کردند که نقشه اونها نقشه بر آب شده.